درود عزیزای دلم، دکتر شبیر هستم بحث امروزمون راجب پرکاری تیرویده در این ویدیو به علت، علائم، تشخیص، درمان و مواد غذایی که با داشتن پرکاری تیروید میتونی بخوری و نمیتونی بخوری میپردازم پرکاری تیروید به شرایطی گفته میشه که قده تیروید مقدار زیادی هورمون تیروید تولید کنه یه سری توضیحات راجبه به کارکرد این عضو بدن و خیلی سریع و خلاصه میگم برای اونایی که شاید ندونن. قده تیروید اندامی پروانه شکله که در گردن قرار داره. تیروید بخشی از سیستم قدرت درون ریزه و کارش ساخت و ذخیره هورمون و ریختن این هرمون ها به چرخه خونه. هرمون تولید شده توسط قده تیروید شامله؟ تریایدو تایرونین و تایروکسین حالا TSH یا هورمون تحریک کننده تیروید باعث تولید این هورمون ها میشه خود این TSH رو قده هیپوفیز میسازه و در اصل این TSH هست که میزان هورمون تیروید تولید شده رو کنترل میکنه حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا گزینه های درمانی و مواد غذایی رو هم بهت بگم علت پرکاری تیروئید میتونه دلایل زیادی داشته باشه مثلا بیماری گریوز که یک اختلال خودیمنیه و شایع ترین علت پرکاری تیرویده و باعث تحریک آنتیبادی ها برای ترشح بیش از حد هورمون تیروید میشه بیماری گریوز در زنان بیشتر از مردان رخ میده پرکاری تیروئید میتونه ریشه ژنتیکی هم داشته باشه پس اگر نزدیکان شما به این بیماری مبتلا هستن حتما به ما بگید سایر دلایل پرکاری تیروید شامل یود اضافه التهاب تیروید که باعث نشت تایروکسین و تریایدو تایرونین میشه تومورهای تخمدان یا بیزه تومورهای خوشخیم تیروئید یا قده هیپوفیز و مصرف مقادیر زیادی از تترو آیدو تایرونین از طریق مکمل های غذایی. اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی، همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی. الان هرمون های تیرویدی که زیاد بشن، متابولیسم بدن بالا میره و فشار خون هم افزایش پیدا میکنه. در پی افزایش فشار خون، تپش قلب و لرزش دست رو هم تجربه خواهی کرد همچنین ممکنه کلی عرق کنی و تحمل گرما برات سخت بشه پرکاری تیروید باعث تکرار در دفع، کاهش وزن و چرخه قاعدگی نامنظم در خانم ها میشه علائم دیگه پرکاری تیروید عبارتند از افزایش اشتها، عصبی بودن، بیقراری، عدم توانایی در تمرکز، ضعف، ضربان قلب نامنظم مشکل خوابیدن موهای ظریف و شکننده ریزش مو خارش تهوع و استفراغ و رشد پستان در مردانه علائمی که به فوریت پزشکی نیاز دارند شامل سرگیجه تنگی نفس از دست دادن هوشیاری و ضربان قلب سریع و نامنظمه پرکاری تیروید میتونه باعث ایتریال فیبریلیشن بشه که این یک بیماری خطرناکه و منجر به سکته مغزی و یا نارسایی قلبی میشه تشخیص اولین قدم برای تشخیص اینکه شما پرکاری تیروید داری بررسی علائم شماست یعنی کاهش وزن، نبض سریع، فشار خون بالا، چشمان برجسته و بزرگ شدن قده تیروید. برای ارزیابی بیشتر آزمایش نوشته میشه که شامل آزمایش کلسترول این آزمایش برای اینه که اگر میزان کلسترولت پایین باشه میتونه به ما نشون بده که متابولیسمت بالا رفته و بدنت به سرعت داره کلسترول میسوزونه آزمایش هرمونهای تیرویدی این آزمایش میزان تایروکسین و تریاید و تایرونین رو در خون شما اندازه گیری میکنه آزمایش TSH که در ویدیوی کمکاری تیروید هم بهش اشاره کردم لینکش این بالا الان ظاهر میشه شد حتما ببینش آزمایش تریگلیسیرید مشابه کلسترول پایین تریگلیسیرید پایین هم نشانه افزایش میزان متابولیسم اسکن تیروید این اسکن مشخص میکنه تیروید شما بیش از حد فعال یا نه همینطور نشون میده که آیا کل تیروید و یا یه ناحیه از این قده باعث فعالیت بیش از حد شده سونوگرافی با سونوگرافی میشه اندازه قده تیروید و توده های داخلش رو به دست آورد سی تی اسکن یا امارای این دو میتونن نشون بدن که آیا تومورهای هیپوفیزی داری یا نه اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن با این کارت به خیلی کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. درمان داروهای ضد تیرویدی مثل متیمازول که ساخت هرمونهای تیرویدی رو متوقف میکنه شایع ترین راه درمانه رادیواکتیو اکتیف آیوداین. یود رادیو برای افراد بزرگسالی که به پرکاری تیروید مبتلا هستند داده میشه و با این کار میتونیم سلول های تولید کننده هرمون های تیروید رو از بین ببریم عوارز جانبی شامل خشکی دهان، خشکی چشم، گلودرد و تغییر در حس چشاییه عمل جراحی اگر درمان های قبلی مشکل رو برات حل نکردن عمل جراحی رو توصیه میکنم که در این عمل یک قسمت یا تمام قده تیرویدت رو برمیداریم بعد از عمل باید از مکمل های هرمون تیروید برای پیشگیری از کمکاری تیروید استفاده کنیم. همچنین به تا بلاکر های مثل پروپنالو میتونن به کنترل تپش قلب، تعریق، استراب و فشار خون بالا کمک کنن. اکثرا از این روش درمانی راضی هستند. در صورت ابتلا به پرکاری تیروید غذاهایی که میتونی بخوریم غذاهای کم یود یود در ساخت هرمون های تیروید نقش اساسی داره پس رژیم کم یود به کاهش هرمون های تیروید کمک میکنه این غذاهایی که میگم و به رژیم غذایی روزانت اضافه کن اگر از نمک استفاده میکنی نمکی که ازش استفاده میکنی بدون یود باشه قهوه یا چای بدون شکر خامه و سویا سفیده ی تخم مرغ میوه تازه آجیل اگر میخوری بدون نمک باشه غذاهای غنی از سلینیوم به تعادل سطح هرمون تیروید و همینطور به جلوگیری از آسیب سلولی و سالم نگه داشتن تیروید کمک میکنه پرکاری تیروید باعث ضعف و شکنندگی استخوان ها میشه ویتامین دی و کلسیوم برای ساختن استخوان های سالم و قوی مورد نیازن حالا در صورت ابتلا به پرکاری تیروید چه غذاهایی نباید بخوریم اولش که مشخصه یود خوردن بیش از حد غذاهای سرشار از ید منجر به پرکاری تیروید میشه یک قاشق چایخوری نمک یددار حاوی 304 میکروگرم یوده غذاهای دریایی بیشترین ید رو دارن پس بهتر ماهی، میگو، خرچنگ، سوشی، شیر و لبنیات، پنیر، زرده تخم مرغ و نمک یوددار و این چیزا نخوریم. توجه داشته باش که برخی از داروها هم حاوی یود هستند. به جز یود دیگه چی نباید بخوری؟ گلوتن. گلوتن با ایجاد التهاب به تیروید آسیب میزنه. مواد غذایی گلوتندار شامره گندم، جو، طبیعتا نان، مالت و غیره. سویا سویا نباید بخوری مثل شیر سویا سس سویا ماکارونی با سویا و غیره کافئین غذاها و نوشیدنی های حاوی کافئین مثل قهوه چای نوشابه شکلات علائم پرکاری تیروید رو اینا بدتر کنند و منجر به افزایش استراب و استرس و تپش قلب هم میشن. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستیم. همینطور که میبینی ویدیوهای دیگه هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرهمند بشی. خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی این زیر برام بنویس مشکل تو یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو. بدرود عزیزم.